فرد یه گوشه ای آروم تو فکر خیال خود بود که قلم به دست اغده ها پیاده شد زود رو کاغذ پاره ای که فقط بازم نیگدار میزنه به آب تفی کاغذ بیگناه جای این که اول بکشه تو خیابون سرک فرد میگه از آرومی بیابون نمک بیابونی که میگن یه روز دریاچه بوده جزی از ایران خلاصه سرمایه بوده این بلا حتی اگه باشه از رو بخت بد ولی نباید ما میذاشیم دست رو دست هم که اینقدر راحت این دریاچه از یاد ها بره ای کاش یه روزی نفع من فریاد ها بشه باید هم یاد ها زد و خورد قسم به خیشتن تا نظاری بخوره دست جمشی ترک بیشتر هم وطن به این تقریب ها کن توجه خاص هم وطن تخت جمشی جز تمدن ما تو فکر خیالم هی داره تصمیم ها میره این حسی که دارم فقط از تخریب ها میگه و این کلمات به هیچ وجه تفریق با نبود و جمله ها به دست مردم تحریف ها میشه خیلی حرفا که میچرخه تو حال و خیالم ناگفته ها زیاده در این رمانی که دارم در این رمانی که حامد با قدمش میمیره آزادی رو تنها توی مجسمش میبینه توی فکر و خیالم توی فکر و خیالم بنگر نمونه حسی به حالم توی فکر و خیالم توی فکر و خیالم گریه از نمونه حسی که دارم جز درنده هایی از کار بسی یا لفظه تو بدنم میره به هم بگو چرا مگه تو وطنم دیگه همه چی آباد و موزل به این وسعتی نبود یعنی موزل بدتر از چیز و نفستی نبود که یه ماه تمام میناشن تو اخبار ها سوژه یعنی واقعا تو ملت قدفکار ها پوچه بدون دیگه نور سفیده چرا ها سیاهه بدون تو فکر و خیال من چرا ها زیاده چرا کارگردان با الفاظش حادثه میسازه چرا نام زن سینما رو فاحشه میذاره ها چیه تو عمر دیگه کابوس ندیدی که بخوری چند تا حرف نابد داوود رشیدی اون بر روی کبه خدا رو تواف میکنی این بر میاد زن مسلمون رو خراب میدونی توی فکر و خیالم میکنم دعا و ساکت میمونم و تو رو میسپارم به خدای باهر توی فکر و خیالم توی فکر و خیالم بنگر نمونده حسی به حالم توی فکر و خیالم من نمازم را این تکبیرت و الاحرام علف می خوانم. اینقدر قامتم با اون